بسم الله الرحمن الرحیم. صبح کالگی بخیر. در ظرف دو سال گذشته، دو نیم سال گذشته، با آنچه تا امروز بهش دست یافتین و ما شما به صورت یک تیم مشترک تمام همکارا بهش دست یافتیم، ما به عنوان یک همکارتان برش افتخار میکنم، ازش خوش هستم. اما با این درک که حجم مشکلات این کشور و حجم مشکلات اداره عامه افغانستان به نهایت بزرگ و گسترده است و به آنچه تا امروز اتفاق افتیده، نه من قناعت دارم نه مردم افغانستان قناعت داره و من اطمینان دارم که شما هم قناعت ندارید. برای ای که ما بتانیم سازمان یافته تر، منظم تر، با وضاحت بیشتر عمل بکنیم، نیاز به برنامه ریزی دراز مدت مدون است برای هر اداره مؤثر که ایجاد میشه. هدف اصلی و کلی امی است که بدون ایجاد یک نظام خدمات ملکی قوی، غیر سیاسی و عاری از فساد، افغانستان نمیتونه که گامای مؤثر را بر رشد اقتصادی خود برداره. کشور ما، دولت ما و مردم ما نمیتونن از بار سنگین انکشاف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را که دارن بدون یک اداره مؤثر نمیتونن براین. و در این حال ما نمیتونیم بار مسئولیت که شرکای بین المللی ما گرفتن، بار اقتصادی ما را که اونا سرشانه خود میکشن و شهروندایشان که تکس میپردازن یک مقدارش برای ما روان میکنن، نمیتونیم بار از اونا را هم کم کنیم و از این طریق نمیتونیم که اصل عمده ای را که این ملت بهش نیاز داره از وابستگی و احتیاجی خود بکشیم. پس عنصر اساسی کلیدی برای برآمدن از این وضعیت یک اداره مؤثر، کارا و باثبات است، یک اداره غیر سیاسی است، یک اداره ای را که هدفمندیش از نیاز مردم تعیین شوه و از نیاز انکشاف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم تعیین شوه. اون و یک اداره را نیاز داره و او ادارات به کارمندای مسلکی، بی‌طرف، متخصص، متعهد، کوشا و کسایی را که درد دیگران را بیرون از اداره هم درد خود فکر کنند و حس مشترک بین خودش و بین محیط بیرونیش و جامعهش وجود داشته باشه. به اتو آدم ها ضرورت دارن، به مدیران و رهبران ضرورت دارن که در سطحی که هستن، یک آمر هستن، یک بست پنج هستن و یک بست اول هستن و آل بست فوق و مافوق هم خدمات ملکی شده در اون سطح هستن، کلشون دغدغه اصلیشون می باشه که چگونه از تمام مهارت‌های خود استفاده کنن تا اداره رو مؤثرتر بسازن، خدمات رو بهتر بسازن و برای مردم افغانستان مؤثرتر کار بکنن، نه در الفاظ بلکه به صورت عملی و جامعش برای مردم نشان بدن که ادارهشان دلسوز است و او کارکنایی که داخل او اداره است دلسوز هستن. خوشبختانه از منابع انسانی کافی این کشور امروز برخوردار است. چیزی که میخواهیم این است که نهاد اداره عامه باید به عنوان یک مرکز واحد، نه متشدد و پراگنده، در مسیر حمایت از ابتکارات، نوآوری ها و عرصه خدمات همسان و همگانه در خدمت مردم افغانستان باشه. ای به کار مستمر و دوامدار نیاز دارد. در ظرف یک سال، دو سال، سه سال نمیشه. تداومش، استمرارش در داخل سیستم و از طریق سیستم، نه از طریق افراد، نیاز است. به خاطر این اهداف است که ما شما شامل یک پروسه مشورتی شدیم که اول بین خود، بعدا با نهادهای مربوط، با کمیسیون، کل دستگاه اداره عامه افغانستان، وزارتخانه و ادارات، سکتور خصوصی، نهادهای جامعه مدنی و اونایی را که مستفید میشن از خدمات ما شما، با اونا مشوره صورت گرفته و در نتیجه او مشورت و دیدگاه استراتژی که رئیس جمهوری افغانستان، اول از قانون اساسی اگه شروع کنم، چیزی را که مکلفیت را که قانون اساسی افغانستان از اداره به اداره گذاشته و از اداره میخواه، دیدگاه ریاست جمهوری افغانستان،
دیدگاه ما به عنوان یک همکارتان و کل ما شما به عنوان همکارا و نیازهای قانونی که مکلفیت‌های قانونی اداره و نهاد است، در مجموع از اونا یک مسیر جامع و کلی را به عنوان یک پلان استراتژیک 5 ساله برای کمیسیون ایجاد شده. برای اولین دفعه یک دیدگاه جدید به اداره افغانستان تعیین شده و تشخیص شده. او دیدگاه چی است؟ چشم‌اندازی را که ما برای اداره افغانستان از طریق پلان استراتژیک می‌خواهیم دنبال بکنیم، یک اداره خدمات ملکی مؤثر، اثر بخش، کارا و بی‌طرفه که از سوی کارکنان شایسته اداره شوند و در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشور کمک کنه و در خدمت منافع تمام مردم افغانستان باشه. این دیدگاه است که برای اولین دفعه است اداره افغانستان مکلفیت و مسئولیت کلانه که به صورت جمعی اداره افغانستان، چه کمیسیون است، چه وزارت خانه است، سایر ادارات و ریاست ها است، در سطح ملی و در سطح محلی چه ولایات است، چه ولسوالی ها است، باید در جهت اینمی چشمنداز و دیدگاه تلاش بکنند و کار بکنند. ما مکلفیت اصلیش داریم که اداره به اونمو طرف سمت و سو داده شد، پس بار مسئولیت که سرشانه های شما است بسیار کلان است. ما همه شیر گفتیم که در هر بخشی که هستین مکلفیت و مسئولیت تغییر زندگی 30 میلیون آدم متوجه شما است. تغییر زندگی 30 میلیون، بیشتر از 30 میلیون انسان را که در این سرزمین به عنوان شهروندای با عزتش زندگی میکنن مکلفیت و مسئولیت شما است. آله امی چشم انداز و اینمی دیدگاه هر لحظه باید حس اونمو مسئولیت و بار سنگین سر شانه‌هایتان ایجاد بکنه و شما حس بکنین که اینی مکلفیت ماست تا اداره امو عرصه زندگی اقتصادی و انکشاف اقتصادی اجتماعی کشور تأمین بکنه و به صورت بی‌طرفانه تأمینش بکنه. آنچه در عرصه تعیینات انجام شده در ظرف 2.5 سال گذشته استثنایی است. کلتان باید بهش افتخار کنین، خوشحال باشین. اما کافی نیست، تقویت باید شوه، ولی او به یک چیز نرمال باید تبدیل شوه. تکرار میکنه اقدامات را که چه از لحاظ سیستم سازی در او بخش شده و همزمان برای تغییر محتوا و کیفیت امتحانا و ای که چگونه مامورین خدمات ملکی را که استخدام میشن از کیفیت لازم و رهبری لازم برخوردار باشن، در او اصلا کار بیشتر نیاز است. او باید به یک کار روتین و نرمال تبدیل شود. اصلاحاتتان اما نماد شناخت کمیسیون باید شود در سایر ادارات. اهداف استراتژیک در سه شکایات است که چگونگی رسیدگی به شکایات، دسترسی مردم به کمیسیون و به رسیدگی منصفانه و عادلانه به او موارد را که از شکایت دارن جزء اهداف استراتژیکتان است. بحث اصلاحات در سایه مختلف که گفتم جزء عمده‌ترین هدف استراتژیک است و به مو ترتیب ارتباط برقرار کردن با مردم و گزارش دادن به مردم و توضیح دادن به مردم، پاسخ دادن به مردم، معلومات فراهم کردن به مردم در پهلویی که یک مکلفیت قانونی حق دسترسی معلومات یک حق قانونی مردم است، شما به عنوان یک مکلفیت و به عنوان یک هدف استراتژیک هم از امروز به بعد بیشتر از پیش مسئول مکلف هستین که در او اصلا اقدامات لازمه بود. برای بهتر شدن اوضاع، برای بهتر شدن کار ما، برای بهتر شدن خدمات ما همیش باید عریض باشه. همیش باید فکر کنیم که این دیگه حد نیست که کافی است برای مردم ما. و به مو خاطر چیزی را که آل ساخته شده از چیزی را که داشتیم بهتر بود. چیزی را که اول فرم کاغذی بود از او سیستم آنلاین ساختیم یک چیز خوب بود. خوشی ما این است که به او قناعت نکردیم. آل یک سیستم به مراتب پیشرفته ترش ایجاد کردیم. چند چیز عمدهش است که اول تسهیلات برای هر کاندید و کمیته استخدام در بورد تعیینات فراهم میکنه.
ثبت سوانه هر درخواست کننده یک بار میشه. شما یک دفعه حساب کاربر برای خود ایجاد میکنین و در او درخواست سوانه خود تکمیل میکنین، فقط او را بروز میسازین، اپدیتش میکنین به صورت دوره‌ای، در صورتی که سوانه تان تغییر کرده باشه دیگه نیاز نیست که او را هر وقت خانه پوری کنین، تنها با یک کلیک یا فشار دادن یک تکمه شما درخواستی میتین و او بسیار برای مردم سهولت قابل ملاحظه را ایجاد میکنه. موفق باشین. ما امیدوار هستم بعد از ختم این 5 سال تطبیق استراتژی افغانستان ما در یک جای کاملا متفاوت تر به خاطر کار شما و نتیجه کار شما باشه. تشکر، زنده باشید.